چند روز از اعلام کابینه دولت جدید افغانستان به رهبری سنی های تندروی طالبان می گذارد. به ازان اکثر قریب به اتفاق کارشناسان مسائل سیاسی و بین الملل دولت جدید افغانستان نه تنها فراگیر نبوده بلکه بیش از 85 درصد آن را افرادی پشتون و سنی مذهب تشکیل میدهند. زنان نیز در این کابینه جایی ندارند. همکار عملی اکبری گزارش می رهبران جامعه شیعیان افغانستان خواستار مشارکت نمایندگان خود در دولت جدید این کشور شدند. دولتی که پیش از این ترکیب آن توسط سنی های تندرو طالبان که قدرت را چند هفته پیش در این کشور به دست گرفتند اعلام کرده بود. در همین راستا وبسایت رسمی حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتشار پستی نوشت حامد کرزای روز شنبه با تعدادی از بزرگان علمای دین و جوانان ایالات مرکزی افغانستان ملاقات کرد در این دیدار چند شخصیت به نمایندگی از حضار به سخنرانی پرداخته و خواهان صلح و ثبات کامل در کشورشان شدند. و اظهار امیدواری کردند که کابینه تشکیل شده هرچه زودتر همه شمول شده تا همه مردم افغانستان خود را در آن ببینند در ادامه این مطلب آمده رئیس جمهور پیشین افغانستان ضمن تایید سخنان این افراد بر امنیت و ثبات در کشور تاکید نمود و همه شمول بودن حکومت را نمایانگر چهره تمام کشور دانست گفتنی این دومین دیدار اخیر کامت کرزای با شیعیان افغانستان است. نهم سپتامبر کرزای با انتشار توییتی در صفحه توییتر خود اعلام کرده بود که با شورای علمای شیعه افغانستان دیدار و رایزنی هایی داشته که طی آن مسائل مربوط به تامین صلح و ثبات طولانی مدت در کشور مورد بحث قرار گرفته است. شیعیان بیش از سی درصد از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و بیشترین آنها از قوم هزاره هستند که در مرکز و شمال افغانستان زندگی می کنند با در نظر گرفتن سیاست های علیه اقلیت های قومی و مذهبی از سوی های تندرو طالبان که در سال های 1996 تا 2001 در این کشور قدرت داشتند شیعیان از تکرار سرکوب ها به شدت نگران هستند.